عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، سلام میکنم خدمت دوستان، مخصوصا اونایی که موافق هستن با نظرات من. باز خوش آمد میگم به دوستانی که مخالف هستن با نظرات من و تعجب میکنم از اونهایی که دشمن هستن، چون قرار نیست که همه یه جور فکر کنیم. در صورت دشمنان هم خوش آمدید، به شرط اینکه وقتی صحبتی میشه در موردش فکر کنید و اگر رفتید و یاد گرفتید و عوض شد نظرتون، بیان بگید که اون موقع اشتباه میکردید الان درست فهمیدید، یا اگر فکر میکنید که شما درست فکر میکنید درباره یه چیزی، به ما بگین تا ما در موردش فکر کنیم و اون وقت ببینیم نظر شما درسته یا نظر ما. امروز یک شنبه است، 10 اکتبر سال 2021 برابر است با 18 مهر ماه 1400. اجازه بدین همین اول برنامه پیام هایی رو که آقای مسعود کردار لطف کردن و گذاشتن برای شما پخش کنیم و ببینیم که برنامه امروز به چه سمت و سوی می رود. آقای ابوالحسن بنی صدر دیروز شنبه در بیمارستانی در پاریس فوت شد و درگذشت در سن 88 سالگی. ضمناً دیروز اولین سالگرد درگذشت آقای شجریان بود که پسرش هم رفت و آواز خوند و یه عده دیگر رو جمع کرده بودن اونجا سر قبر. امیدواریم که کووید نگیرن. و اما قرار شد که پیام های آقای مسعود خان رو پخش کنیم، ببینیم ایشون چی میگه. ممنونم گاهی با من تماس میگیرن. این یکی ساعت 4:26 بوده، بذارید ببینم اون یکی ساعت چند هست. این 4:23، پس اول 4:23 رو پخش میکنیم، بعد میریم سراغ 4:26. پیام اول از آقای مسعود کردار 2:59. من این رو عوض میکنم، تصویر بیننده برنامه باشید رو میذارم که بیشتر توجه شما به صدا باشه. ضمناً شما هم بدونید و بتونید اینجا برنامه بذارید. خیلی خوشحالم که دوستان از آلمان با ما هستند. این برنامه ساعتش یه مقداری، چون من از آقای نیساری خواستم این هفته با ما باشن، گفتن که این هفته نمیتونن، یک شنبه آینده 17 با ما خواهند بود و من هم گفتم خب پس من برنامه رو اینجوری تهیه میکنم و روی یوتیوب و فیسبوک قرار میدم، دوستان در هر زمانی که خواستن بیان تماشا کنن. و میگه که نمیدونم ایراد از منه یا شما، برنامه هی قطع میشه. اگه لطف کنید این مودمتون و راوترتون رو هفته یه بار چیز کنید، به اصطلاح خاموش روشن کنید، میشه مثل یک لیف و صابون. ضمناً برای امتحانش بهترین کار اینه که از تلفنتون صفحه مردم تیوی رو بیارید نگاه کنید و اونجا ببینید که این اشکال هست یا نه. امیدوارم که در به اصطلاح ضبط برنامه اشکالی نباشه و اگر حتی الان در پخش مستقیمش اشکالی هست، موقعی که شما بعداً دوباره میتونید نگاه کنید اشکالی نباشه. شاهین دیدم که اون به اصطلاح چی بگیم، مغازه رو بگیم، فروشگاه رو بگیم، پیتزا شاپ بگیم، چون مثلا بعضی هم میگه آقا من شاپ زدم، بعد بهش میگه حالا مغازه چطوره، ناراحت میشه که به شاپش توهین شده مغازه. آقا به من بگو مغازه، ولی من روز 200-300 دلار از توش در بیارم، هیچ اشکالی نداره. یا به من بگو بقالی به جای سوپرمارکت، ولی پول در بیاره و من خوشحال باشم. در صورت میبینم نونای خوبی درست میکنه، پیتزای خوبی درست میکنه، ساندویج خوبی درست میکنه. اگر آلمان هستید و رفتید به طرف هامبورگ، حتما از مغازه یا فروشگاه یا شاپ ایشون هم دیدن کنید، رستوران فست فود. و آقای شاهین خان، شما میتونی یه لینکی هم اینجا بذاری یا یه فلایری، نمیدونم، فکر کنم در حین برنامه مستقیم و زنده شما نمیتونید عکس بذارید، ولی بعدا اگه تونستی یه عکسی
بذار که یه تبلیغ نقلی و کوچولو، این هم هدیه ما به شما باشه برای همین 7 نفر بیننده‌ای که داریم. من ساکت میشم و شما رو میبرم به کانادا و با آقای مسعود کردار گفت و شنود غیابی خواهیم داشت. درود بر شما جناب سالی و تلویزیون مردم تی وی. یه مسئله چند وقت من و یه مقدار اذیت میکنه و اون این فکری که داشتم، فکر میکردم که اگر مجاهدینی که امروز صاحب این همه میلیاردها دلار در سازمانشون هستن و در خارج از کشور دارن با این پولها زندگی میکنن، تمام این ثروتی که اینها به دست آوردن، چه از عراق چه از جای دیگه، چه با سرمایه گذاری هایی که با اون پولا کردن و پولاشون چندین برابر شده، همه اینها رو به اصطلاح بدهکارن به فرزندان مجاهدی که در ایران 5000 تا 5000 تا 2000 تا 100 تا 100 تا کشته شدن و بعضی از خانواده 2 یا 3 شهید در راه مجاهد دادن و اغلبشون هم هموطنان در زندگی فقرانه فقیرانه زندگی میکنن و بسیار مشکلات دارن حتی با حکومت، و اینها با پول و سرمایه‌ای که از اعتبار اونها به دست آوردن دارن بهترین زندگی رو میکنن. سرمایه گذاری های کلون تو همه کشورها دارن میکنن، فرانچایز ها زدن، تاکسی ایرانی ها زدن، شرکت های پولسازی در جهان زدن. باید این مجاهدین بدونن که همه اینا رو مدیون اون شهدای مجاهد و جوانای سالم وطن ما ایران بودن که به این برکت رسیدن و به این اعتبار رسیدن. در خاطره میخوام این پیشنهاد رو بکنم به تمام مادرانی که شهید دادن در راه مجاهدین، که در اصل برای کشورشون دادن ولی خب خام مجاهدین شدن و در فقر هم هستن، اینا میتونن همه با هم با یک اتحاد خیلی سالم دست به دست هم بدن، حالا از طریق قانونی یا سازمان ملل یا اینترپول وکلایی رو بگیرن به هر شکلی که میتونن و ادعای خسارت بکنن، چرا که این همه سرمایه و ثروت مجاهدین در خارج از کشور بخش عظیمیش متعلق به این فرزندانیه که در ایران کشته شدن، به خانواده هاشون تعلق داره و میتونن در دادگاه های ذی‌صلاح بین المللی شکایت بکنن و بخش عظیمی از این پول رو از آن خودشون بکنن که 100% حقشونه. و در خاتمه میخوام یه چیزی دیگه هم خدمت شما بینندگان و شنوندگان و تلویزیون مردم تیوی عرض کنم که اینجا روی سخنم با جمهوری اسلامیه. اگر شما مسئولان جمهوری اسلامی فکر میکنید که دشمن اصلی شما مجاهدینن و همیشه هم اینو اظهار میدارید، حداقل در این یه دونه کیس با فرزندان شهید مجاهد که در ایران زندگی میکنن همکاری کنید، اونا رو بکاپ کنید در راه گرفتن وکلای خوب تا اینا بتونن به حق و حقوقشون برسن. و اگر شما واقعا ضد این مجاهدینین و اینا رو هرچی که میدونید تروریست و یا غیره هرچی که میدونید، کمک کنید اینها حقشون رو بگیرن، به عبارتی حق مظلوم و از ظالم بگیرید. شما ادعا میکنید مسلمونید، اون باید حق. خب این 3 دقیقه اول تموم شد، ممنونم از ایشون. اجازه بدید 3 دقیقه پیام دوم ایشون رو، این 4:23 بود، میریم سراغ 4:26. و تا همینجا خدمتتون عرض کنم که همین الان آقای کرمی، آقای کردار، دوتاشون کرمی، از آقای کرمی از فرانسه نوشتن آقا همین نونی هم که تو سفره های مجاهدین و جدا شده است، سازمان مجاهدین میخواد اینها رو هم برداره قطع کنه و شما میگید که تازه بیاد اون پولا رو به اینا بده که ضرر و زیانشون جبران بشه. ضمناً افرادی که این کارهای خلاف رو میکنن، خودشون رو میفروشن، مزدور هستن، ارتش استخدامی درست میکنن، اینا نمیان پولاشون رو مثل من شما قشنگ بریزن توی حسابی که هر کی اسم ما رو بزنه، اسم شما رو بزنه، میدونه چند تو حسابش هست. اینا میان یه حسابای درست میکنن، بهشون میگن شل، همون صدفی که کاور میکنه و اینها، بعد توی اون میذارن حسابا رو. البته با همه اینا دیدیم که هفته پیش مثلا اسامی یه عده‌ای توی کاغذهایی بهش میگن پاندورا پیپر به اصطلاح منتشر شد در جهان که نشون میداد مثلا حتی اون آقای
کینگ عبدالله است که مال اردن کجاها خونه داره و چه چیزایی داره و دیگران. این چیزایی که شما میگید درسته، ولی اونجایی که میگید اگر آخوندها باور دارن که این مجاهدین دشمنانشون هستن، پس چرا نمیرن از طریق قانونی؟ دوستانی در ایران این کار کردن و من و شما ممکن تعجب کنیم، میگفتن حتی آخوندها با اینا همکاری نمی کنن. ببینید آخوندها افرادی مثل رضا پهلوی و مجاهدین رو لازم دارن که هر وقت یه طوری شد به مردم بگن نگاه کنید. اینجا بهش میگن بوگیمن. بوگیمن فکر کنم همون لولو خورخوره میشه. یادتونه خاتمی وقتی اومد بود اینجا میگفتن که آمریکا باهاش صحبت کرده، گفته ببین ما رضا پهلوی رو هم داریم، ما اگه شما با ما نفت ارزون ندید، معاملاتی که میخوایم نکنید، این رضا پهلوی رو علم میکنیم. همین ماجرا رو آخوندها برای دیگران به اصطلاح میذارن. مجاهدین ضرری ندارن برای آخوندها. آخرین عملیاتی که مجاهدین انجام دادن کی بوده، کی بوده، کجا بوده، چند نفر آخوند کشتن؟ رفتن یه عده بدبخت محلی مال ایلام و نمیدونم جایی که منشاق و فلان اینا رو گرفتن، بعدم یه عده بیشتر خودشون کشته دادن، بعدم تازه این مردک دیوانه رجبی گفت برای که شما به فکر زن و بچه‌تون بودید، اون موقع به فکر جنگ نبودید. حالا خودش اصلا کجا بود هیچ که نمیدونه. بماند. پیام دوم آقای کردار رو گوش میکنیم با هم. مرسی. این یک دقیقه و 40 ثانیه است. بله هموطن، مسعود کردار هستم مجددا. داشتم ادامه میدادم روی سخنم با جمهوری اسلامی بود و اون این که اگر جمهوری اسلامی واقعا اعتقاد داره که مجاهدین دشمن اصلی و اولین دشمنشون هستن، در این زمینه بیاد با این مادرهای شهید مجاهد که هر کدوم دوتا ستا یه دونه شهید دادن و زندگی های بدی دارن کمکشون کنن تا اینا بتونن وکلای خوبی رو از طریق مجامع بین‌المللی، دادگاه های نمیدونم متفرقه فلان، از طریق اینترپول و از هر طریق دیگه کمکشون کنید، اینا بتونن دادخواهی بکنن، حق مظلوم ها رو از ظالم بگیرید به اینا بدید و تازه خودتون هم میتونید بخشیشو برای مخارج خودتون بردارید، پول زیادیه، و کمک کنید اینجا به مادران شهید مجاهد و نشون بدید که واقعا شما مخالف جمهوری اسلامی هستید، که اگر کمک نکنید به این مادران شهید بیچاره نشون میده که شما هر دو دستتون توی یک قابلم هست و به همین سادگی تکلیف خودتون رو روشن کنید، یا با مجاهدین بدید که اینو کمک کنید به مادران شهید مجاهد در ایران، یا نیستید که هر دوتون از یه جا آب میخورید. به هر حال گفتم که اینو رو ار بگم، اینو مطرح کنید و تکلیف این مادران شهید مجاهد رو روشن کنید که 40 ساله دارن زجر میکشن و با پول و برکت پول اونا، اعتبار اونا، اینا دارن به این پولای سرشار در جهان راحت زندگی میکنن. روزتون خوش. برای همه مظلومان جهان آرزو موفقیت میکنم. قربان شما، روزتون خوش. ممنون. کانادا. ممنونم. همونجوری که میبینید صدای تلفنشون پشت به اصطلاح برنامه هست و همین دلیلی هست که من از دوستان خواهش میکنم هر وقت که وقت دارن تماس بگیرن، چون همه مشغولن، همه بیزی هستن. و یه برنامه رو دیدم تو تلویزیون ایران خیلی جالب بود، میگو یه کشوری هست الان یادم رفته، نمیدونم برمه، سنگاپور، کجاست، گو یه روز در سال همه چیز رو خاموش میکنن، حتی پرواز هواپیما نیست، اینترنت نیست، تا مردم بشینن به خودشون فکر کنن که ما با این سرعت، با این عجله داریم به کجا میریم، میخوایم چه کاری انجام بدیم. خب من گهگاهی در سفر هستم، سفرهای کوتاه، آقای کردار لطف میکنن با هم صحبت میکنیم، میبینم هم اون بنده خدا داره میدوه تو این سن و سال، هم من تو این سن و سال دارم میدوم و هیچ کدومونم نمیدونی این همه دویدن برای چیه و برای کجاست. خیلی جالبه دوستان، همه به یه نوعی و آقای رهایی هم اینجاست میگه که Good morning Sobhi جان، This is all games and all playing the game together. بله من باور دارم این آقای رهایی حرفی که میزن. ببخشید من اگر من دیروز اینجا یه تغییراتی دادم، حالا این کامپیوتر مانیتور سوم یه کمی باید بیاد این ورتر، ولی سیمش نمیرسید، نمیخواستم بکشم قطع بشه، اینه که اینجوری میخونم و اینها به این خاطره. البته میتونم اینو بیارم این ور، الان که مهمانی نداریم بیارم روی اسکاپ. بله میگه که آقای سوربی اینو از کجا پیدا کردی؟
شهید منافق، یه مش وطن فروش بی سر و پای بنیادگرا که خطرشون بدتر از داعشه. آقای فاتحی اینجا با شما مخالفم. میدونید چرا؟ چون اتفاقا امروز با آقای صحبت میکنم که اگر برنامه های دو سه هفته پیش رو نگاه کرده باشید، دوستش همشهریش باهاش صحبت کرده بود، میگه خب آقا ما تو رو دعوت نکردیم، تو بلند شدی اومدی جشن تولد، حالا هم رفتی گزارش دادی و فلان و اینها. ببینید بعضی از اینها اصلا این کالت یا فرقه ساختارش اینه که یه جوری از طرف استفاده و سوء استفاده میکنه که اون نمیدونه، اون با یه هدف دیگه اومده، با یه ایده عالی اومده، فکر کرده میخواد مملکتشو آزاد کنه، هموطناشو آزاد کنه، یه دفعه میبینه که آقا شد مزدور آقای صدام حسین، شد مزدور کشورهای عربی. ولی اون موقع مثل افرادی که رفتن با عراق جنگیدن، اونا با نیت خوب رفتن جنگیدن. حالا شما اگه خمینی و این دار دستش بعدن عوض شد، آیا دیگه اونا شهید وطن نیستن؟ هستن، 8 سال جنگیدن و 1 متر مربع از ایران رو از دست ندادن. اتفاقا درباره این متر مربع ایران و اینها میخوایم صحبت کنیم، این ماجرای آذربایجان و این نمایشای شمورتی بازی که در آوردن. خیلی ها باور دارن که این آخوندها میخوان برگردن به دوره قاجار و هر چیزی رو که قاجار داده به این و اونو، پدر شاه داده به این و اون، شاه داده به این و اینا پس بگیرن، بگن همون جوری که اسرائیل الان میگه ما بعد از 3000 سال میخوایم برگردیم اون جایی که حضرت موسی را رفته مال ماست، اینا میگن خب ما اینجا بودیم و ایران بوده و آقا این کشورهای نمیدونم چیزو بندازیم بیرون. به همین دلیلم هست که اردوغان دیدم این هفته اسم اردوغان تبدیل شده به اردوغان، یعنی ار میکنه. ضمناً مریضم بود، ببینیم چی میشه. آقای موثقی نوشته که لعنت بر رجوی و اخوندهای حاکم بر ایران که باعث نابودی ایران و ایرانی شدند و برای حفظ حکومت ننگین خودشان به گروه‌های ارتجاعی و فرقه‌ای و بسیاری از خانواده‌ها را داغدار کردند. بله این همونه که گفتم، در جریاناتی اون کسی که بلند شده رفته عراق تو ایران به سازمان مجاهدین پیوسته، بعدن یه دفعه دیده سر از عراق در آورده. اتفاقا دیروز وقتی بنی صدر فوت شده بود، خب نظرها درباره بنی صدر موافق و مخالف هست. یکی از ایراداتی که خود من میگیرم، من چند سال پیش وقتی رفتم پاریس با آقای شادانلو بودم و ایشون لطف کرد گفت که بریم ملاقاتی هم با آقای بنی صدر داشته باشیم. 1 ساعت و نیم ما اونجا بودیم و من صحبت کردم چندین موضوع رو، یکی پول، کمک‌های آمریکا یا کارتر، ایشون گفت اصلا حقیقت نداره، یکی اون داستانی که اشعه زنها، موهای زنها، گفت اصلا همچین چیزی نیست و منطقی هم که داشت آقای بنی صدر برای این خیلی خوب بود. میگه آقای سوربی شما میدونید از انقلاب تا حالا زمان قاجار که نبوده، هر جا من رفتم مخصوصا اون زمانها ضبط صدا و ضبط فیلم و اینها هست. خب بریم بیارین، اگه یکیتون تونستین یه نواری پیدا کنید. دیروز با یه خانمی صحبت میکردم، گفتم خانم این نیست، هی نیان اینجوری کن. بعد میگه که خب حالا بگیم این نیست، شما برو. گفتم ای بابا شما به من میگی برو فلان چیو پیدا کن که اصلا وجود خارجی نداره، من به شما میگم چیزی که نبوده در موردش غلط ننویسید. در اصل هر اتفاقی میفته میگم این وریا هستن، خیلی ها میگن این مثلث بیق، همین بنی صدر، یزدی، قدزاده، بالاخره حالا همشون از بین رفتن و اینا کسایی بودن که شالوده جمهوری اسلامی رو گذاشتن با باورهای غلط. ولی آقای بنی صدر تا آخر عمرش نگفت که من اشتباه کردم. بهدی بازرگان گفت من اشتباه کردم، ولی آقای بنی صدر هنوزم باور داشت که اون تزی رو که در فرانسه درباره بانک، یه بانک اسمی هم میگن، بانکی که سود نمیگیره و دنیا رو آباد میکنه و همه رو خونه دار میکنه، ولی هیچ وقت اجرا نشد و دیدیم که حاصلش اینه که الان بانکای ایران 20-25% به اصطلاح به مردم سود میدن، از طرفی از بیچارهایی که میخوان وام بگیرن حتما 30-35% تا 40% میگیرن که معمولا این
وام ها تو آمریکا بهش میگن دیفالت، یعنی پرداخت نمیشه، منجر میشه به این دوز و کلک هایی که تو بازار ایران میبینید، خونه هایی که زیر و رو میکنن، دست به دست میکنن و الی آخر. بله میگن که خود آخوندها به فرقه رجوی میدان دادن، همونطور که شما گفتید آقای صبحی، اول انقلاب خمینی به رجوی میدان داد و بعد شد رجوی مفسد و خائن و فرار از ایران و خیانت به ایران و ایرانی در خاک عراق. بله این جریانات بعض وقتا تو یک به اصطلاح ریلی میفته، این کلمه ریل و دوستان مجاهد زیاد استفاده میکنه، توی ریلی میفته که مثل قطاره. شما ببینید قطار مثل ماشین نیست، شما اگه دیدی یه خیابون اشتباه اومدی دور بزنی، باید بری تو آخرش، بعد آخر قطار دیدین قطارها رو چجوری میچرخونن دور میزنه یا خط عوض میکنن، سوزنبان باد باشه و اینها. این جریانات تقریبا به اون شکل هست و بود و امروز اینجا هستیم. امروز چه باید کرد؟ برای دوستانی که فکر میکنن مثلا بنی صدر دستنداز جنبش ها بوده و مانع جنبش ها بوده، خب آقا اینم فوت شد رفت، حالا شما چی داری؟ آقای رضا پهلوی، آقای مسعود رجبی، نمیدونم دیگران چی دارید، چه کار میخواییم بکنیم، برنامه‌تون چیه؟ یه پسر بیچاره هست قیام سپید میاد مثل حضرت مسیح هم وای میسه حرف میزنه، بهش گفتم بچه جون انقدر هی نگو ما شاه هم میگفت ما براش جوک ساختن، میگفتن که فره وقتی در میزنه میگه کیه، میگه ما، میگه یکی یکی بیاین تو. آخه این مسخره بازی ها چیه؟ ما یعنی کی؟ گفت نه ما یعنی ملت ایران. گفتم خب غلط میکنی از طرف ملت ایران صحبت میکنی. من میگم آقا من میخوام این کارو انجام بدم، با آقای کردار تماس میگیرم میگم شما هم حاضری؟ میگه بله. بعد میگم ما، اگه کسی گفت ما، فوری میگم آقا من هستم آقای کردار. هی اینا میان میگن ما میخوایم بریم ایران آزاد کنیم. این مردکه مثلا میگه 14، حالا 1400 اومده، حالا دیگه همه 14 میشدن، 14 نوامبر، 14 اسفند، 14 مهر، طرف نوشته که 14 آبان بیاین، بعد زیرش نوشته 14 مهر. میگم شما یه نفر نداری که این آگهی تو نگاه کرده باشه ببینه دو تا تاریخ نوشتی اشتباهه. خلاصه جوون دانشش هم نداره، نوشتارش هم غلطه، برای خانوما و برای دختران نوشته بود، این دختران جوان مرد. بعد بهش میگم آقا جوان مرد برای مرد، و بیا اصلا کلمه انسان استفاده کن. بعد برای من رفته از کتاب چیز آورده که جوان مرد، یعنی میگم خب این کجاش نوشته جوان مرد رو میشه برای زنها استفاده کرد. در صورت روزگار غریبی است و من و شما متاسفانه یا خوشبختانه تو این زمان هستیم، تو این روزگار هستیم. دیدم که شاهین آدرسش و شماره تلفنش رو گذاشته و چون توی فیسبوک هستیم، شاهین جان لینک فیسبوکت رو هم بذار اینجا که اون آگهیایی که میاد همدیگر رو باید کمک کنیم. در رابطه با همدیگر رو کمک کنیم، من روز سه شنبه هفته پیش رفتم ماشینم رو روغنش عوض کنم، آقای سیفی هست توی این منطقه و حالا اگه بگیم بی پی، بعضی ها میگن ما با بی پی کار نمی کنیم، ولی این بی پی و اینا از اون ماجرای بریتیش پتریلیوم اینا گذشته، اینا یه عده هستن بنده خدا مثل آقای سیفی، کسانی دیگری مجبور شدن برن این فرنچایز ها رو بخرن و حالا گس استیشن پمپ بنزینی دارن اینها. رفتم هم معاینه بگیرم به قول آلمانی ها توف و به قول آمریکایی ها اینسپکشن، برای ماشین سالی یه بار باید انجام بدیم، هم بنزین بزنم و هم روغن ماشینم عوض کنم. وقتی که اینجا پارک کرده بودم گفتم حالا داخل هم مشتری میاد و میره، ما نریم اونجا برای کووید و به اصطلاح گرفتن کووید و اینها بیشتر کمک کنیم، بذار قدم بزنیم. بیرون که قدم میزنیم دیدم بغلش یک ماشین فروشی هست که من اینو میدونستم دوستان، حالا ما بالاخره نفهمیدیم باید بگیم افغانی یا بگیم افغانستانی، چون حتی با خودشون که صحبت میکنی میگه افغانی. خلاصه دوستان افغانستانی اونجا صاحب هستن و اینها، و یه چیزی که جلب نظر من کرد این بود که یک گل فروشی اونجاست. گفتم اه اینجا وسط یا کنار دیلرشیپ، کنار فروشگاه ماشین و اینها گل فروشی چجوری؟ ولی این روزا چون بیشتر کارا، بذار من اینجا بزنم تایسنز فلاور، آها روی چیز هم هست، روی مردم تیوی هم گذاشتم، حالا براتون میگم که چجوری شد اصلا آشنایی من با این
آقای فرزانه، فامیلیش فرزانه است چون پدرش اینقدر تو کار کتاب و نوشتار و اینها بوده. آقا این عکس تو شاهین، مثل اون نرپیش ها، چه ریشی و چه سیبیلی و آفرین. دوستان این شاهین همین الان اقلا روی فیسبوکش یه سلام علیکی باهاش داشته باشین، مهم نیست. حتی اگر شما از آلاسکا هستین، از ژاپن هستین، از چین هستین، من اون موقع از چین بیننده داشتم، از ژاپن بیننده داشتم، از روسیه بیننده داشتم، برید بزنید که توی روسیه یه ایرانی یه ماشین ارتشی خریده رفته چلو کبابی باز کرده، آفرین به این. به جای اینکه بیاد بشینه برنامه بذاره مزخرف بگه قیام سپید را بندازه، چرا الان این قیام سپید؟ این آقا رفته یه اسب سپید پیدا کرده میگه قیام سپید. آقا برو اسب شاه رو نگاه کن، اونم اسب سپید بود، بدبخت شد رفت برای که متوجه نبود. این جوون هم همین کارو داره میکنه. در صورت فیسبوکشو گذاشته اینجا ریپلاینگ تو شاهین، خیلی خوب. و اما برگردیم به این دوست خوبمون در منطقه تایسنز کورنر. بعضیا باور دارن که این تایسنز کورنر قلب ویرجینیاست. ویرجینیا دو تا داریم، یکی وست ویرجینیا، ویرجینیا غربی، یکی نوردن ویرجینیا، ویرجینیای شمالی. اینجایی که ما صحبت کنیم ویرجینیای شمالی است. این همینه که چسبیده به واشنگتن و از اینجا از تایسنز تا کاخ سفید واقعا 20 دقیقه راه است. اگر during the day، موقعی که صبح زود نیست یا عصر نیست، با ماشین برید شما 15 دقیقه همین خیابون رو میگیری صاف میری پایین میرسیدم به کاخ سفید. و اما من گفتم یه قدمی بزنم و اینها برم یه گلی بخرم، رفتم اونجا سلام علیک کردیم. تا این آقا رو دیدم گفتم شما ایرانی هستید؟ گفت نه، ولی اون خندید به من گفت ولی شما ایرانی هستید؟ گفتم بله. گفت من افغانستانی هستم، افغانی هستم. خیلی با هم به اصطلاح گفتیم و شنیدیم و من اصلا یادم رفت که رفتم اونجا گل بخرم و صحبت کردیم و اینها. خلاصه بعد به ایشون هم گفتم که من یک شنبه برنامه دارم، توی برنامه‌ام آمریکایی‌ها میگن پلاگ، یه تبلیغ کوچولویی از به اصطلاح این، والا پولی هم ازشون نگرفتم. حالا امیدوارم انقدر دوستان به اصطلاح چیز کنن که ما بتونیم حتی بگیم آقا ببین، یا خود ایشون بگه آقا چه خوب شد من آگهی دادم. آگهی دادم، آگهی نداده بنده خدا، شما تو برنامه گفتی من مشتری گیرم اومده و اینها. یک کمی دوستان همدیگر رو حمایت کنیم، یک کمی این نمیدونم من با ایرانی کار نمیکنم، من با افغانی کار نمیکنم رو کنار بذاریم. یادم 2-3 هفته پیش رفتم مغازه مش حسن آقای فلا و حرف قشنگی زد، گفت من همیشه گفتم ایرانی ایرانی بخر، ایرانی ایرانی رو حمایت کن. نگاه کن دوستان، شما اگه میایین روی صفحه مردم تیوی شاین یه چیز 550x250 بساز، من برات اینجا یه دونه چیز کنم. شاهینامون زیاد شده ها، برات بذارم اینجا که میدونید اینا بهش میگن سلاید. سلاید میاد عوض میشه، ولی وقتی مثلا این گل فروشی این دوستمون میاد، ببینید روش کلیک کنید همون موقع شما رو میبره تو صفحه اینها و اینجا میتونید گل بخرید، گل بفرستید برای دیگران. و الان که به خاطر کووید ممکنه دیدارها محدود و کم شده باشه، شما چیز کنید. من یادم نبود که از ایشون سوال کنم آقا ما اجازه داریم به دوستان بگیم اگه مستقیما به شما زنگ بزنن توی این منطقه بخوان گل بخرن، مثلا این گلی که شما اینجا نوشتی 50 دلار، یه 5% 10% تخفیف بدی؟ چون اینو نپرسیدم نمیتونم بگم، ولی حالا یه پررویی میکنیم. شما اگه زنگ زدی، اگه سفارش دادی، بگو که سوربی گفته اینم بپرسم، میشه 5% 10% به من تخفیف بدید، شروع کنید بگیرید. گلهای خیلی قشنگیه و خود من این گله که میبینید مثل گلهای وحشیه. ببینید این روز و اینها دیگه از بس چیز شده معمولی شده حقیقتا، ولی این گلها خیلی قشنگه و اینجوریه. شما چیز کنید اگر خواستید، بعد حتی میتونید بادکنک، بالون یا این خرسای کوچولو یا چاکلت و اینها هم همراهش بفرستید و بره. و آقای خیلی آدم هم جوونیه هم انسان خوبیه. من همین چند دقیقه‌ای که اون روز باشون صحبت کردم و اینها،
دیدم که داستان زندگیش خیلی داستان قشنگیه. گفت من بیش از 100 هزار دلار در سال می ساختم ولی بچه هامو نمی دیدم. به همین خاطر فکر کردم برم شاهین گوش کن. گفت فکر کردم برم یه کاری که خودم رئیس خودم باشم، بچه هامو ببینم، همسرمو ببینم، بیشتر با اونا باشم. رفتم رستوران باز کردم، گفتم ایداد بیداد، اگه زودتر به من گفته بودی میگفتم نرو سراغ رستوران. خلاصه میگفت رستوران از صبح تا شب اسیر بودم و گرفتار بودم و بعد یه مدتی مجبور شدم به استدا منتقل کنم، بفروشم، برم. اومدم این کار رو انجام میدم. از این کار بسیار لذت میبره. این گل فروشی Tyson's Florist and Gift. حتما تماس بگیرید. یه بار دیگه من این صفحه رو نشون میدم بهتون، Tyson's Florist and Gift. اینجا حالا من ببینم هوم ادرسش کجا بود، اینجا بذاریم. در صورت اینم از این، بله، میگه درود بر آقای شاهین فاتحی که لب مطلب را در رابطه با فرقه رجوی گفتن. شاهین میگه، شاهین غلامرضا میگه الان دارم قرمه سبزی درست میکنم برای فردا غذای ایرانی بفروشم. خیلی هم خوب، چرا نه. شما که میدونید یه نفر تو دنیا مشهور شد به خاطر اینکه پیتزای قرمه سبزی درست کرد، اونم امتحان کن، بذار توی لیست غذاهات. ولی نرو فقط ایرانی ایرانی، مدیترانه‌ای باشه. و آلمانم من وقتی 2 سال پیش اومدم اونجا دیدم بابا الان تعداد فروشگاه‌هایی که خوراک‌های ترکی و خوراک‌های سوریه‌ای و اینا می‌فروشن بیشتر از فروشگاه‌هایی که اون مرغ اشنیتسل آلمانی رو می‌فروشن یا سوسیس آلمانی رو می‌فروشن. این هم از این ماجرا. درصد خیلی خوشحالم. و این دوست ما شاهین، شاد کار تو بعدیش گل فروشی باشه. آمده با اون دوستانش که اونها هم افغانستانی هستن صحبت کرده، یک قسمتی از ساختمون اونها رو که این طرف هست گرفته، گلفروشی را وارد کرده. حتما دوستان سری بزنید. حتی من الان آدرس اینو اینجا براتون روی فیسبوک قرار میدم. حتی اگر در این منطقه نیستید، حتی اگر نمیخواین چیزی بخرید، ولی این گلفروشی رو آدرسش گذاشتم، یه به اصطلاح ویزیتی کنید، یه ملاقاتی کنید. بله، وینا فلوریست فلاور تایسنز، اسمشم خیلی راحته چون اینجا اسم یه شهری تایسن شده. الان چند سالی هست که وینا دو قسمت شده، تایسن و اینها. خب میگه که خیلی چیزا براتون گذاشتم اینجا، این یکی جالبه دیدید. میگه که طرف میره یه فیلمی میبینه، یه دفعه زندگیش عوض میشه. یه کتابی میبینه، فکر میکنه که همه دنیاش عوض شده. این یه نوشته‌ای بود خیلی جالبه. بذارید من ببینم اگه بشه این نوشته رو بیارم تو این صفحه. من هنوز نمیدونم. نه خیر، ببینید من الان این نوشته رو آوردم اینجا، نمیدونم چرا اینجوری کج و موجش میکنه. خب بذارید یه جور دیگه بهتون نشون بدم. گفت که اختیارش دست خودمونه. من اینو باز میکنم. حالا اینجا براتون کپچر سلکت ایریا اینجوری میارم، امیدوارم خانا باشه. ولی اگر نبود هم شما باور کنید من رو که دارم درست میخونم. سلام، در نوجوانی با خواندن کتاب بوفکور معتقد بودم هیچ قلمی قلم صادق هدایت نمیشه. بعدها با خواندن بیگانه میگفتم هیچ قلمی قلم آلبر کامو نمیشه. سالها بعد با خواندن دستهای آلوده فکر میکردم هیچ قلمی قلم ژان پل سارتر نمیشه. بعضیا سارت میگن، بعضیا سارتر میگن، نمیشه. اما امروز که در آستانه پیری هستم و دیگر زانوهایم توان بالا رفتن از پله ها را ندارد و در به در به دنبال درمانی برای زانو درد میگردم، معتقدم هیچ قلمی قلم گوساله نمیشه. میدونید که این قلم گوساله و پای مرغ و اینها میگن برای اونهایی که دردهای مفصلی دارن خیلی خوبه. حتی اون ماجرای قزروفای یا اون ژلاتینی چیزی که کوسه داره، اون رو هم قرص کردن و میفروشن. و این رو من روزی خوندم و اینجا قرار دادم که برنامه آقای شاهین غلامرضایی رو داشتم نگاه میکردم و ایشون میگفت یه اتفاقایی میفته که آدم
فکر میکنه با سوزن دارن این قزروفا و این مایعات وسط بین زانو، یک دردی هم، این هم قدرت داستان گفتنه. همون موقعی که شما میگفتید من دردش رو حس میکردم. الحمدلله من زانو درد ندارم، ولی یه بار میگم دختر من برام از این چیزا خرید که قرقره هایی که سوارش میشین، رولرسکی چیز اینجوری میگه، ما هم خواستیم بگیم هنوزم ما ماچا هستیم، اون بست به پاشو رفت، منم پشت سرش رفتم، اون تو سرزیری پیچید، من منتظر بودم جاده بپیچه، نپیچید، مستقیم رفتم تو چمن و خوردم زمین، یه ترقی هم شنیدم. بعدن که اومدم بالا خودمو که نشکوندم که ما ایرانی ها که اومدم بالا دیدم اومدیم خونه و اوکی، گفتم بله. فرداش رفتم دکتر، گفت دکتر گفت که ممکنه جراحی لازم داشته باشی، ولی حالا فعلا دو تا سوزن تو دو هفته بهت میزنم ببینیم چی میشه. شانس آوردیم، گویا از این سوزنهای کورتونه، کورتیزونه، نمیدونم چیه، هرچی بود به خیر گذشت و تا امروز ما زانومون عملی نیست، عوض نکردیم و الا آخر. و آقای سبا تبار هم با ما هستن، سبا تبار برنامه‌ای رو داره، خیلی جالبه. من اصلا نمیدونم این سبا تبار با چه قدرتی میره این مردم رو جلب میکنه، باشون حرف میزنه که اونا حاضر میشن توی برنامه. خیلی جای معمولا شلوغ هم هست، نه استدیویی نه چیزی، تو استارباک کافه و استارباکس کافه و این چیزا، ولی صحبت میکنه. برنامه هاش هم راجع به همه چیز هست، از روانشناسی، از مسائل عشقی و فلان، تا همین رابطه ایرانی ها از ایرانی ها بخرن، ایرانی ها به ایرانی ها کار بدن، ایرانی پول ایرانی رو بالا نکش، در اصل خسته نباش. سبا نوشته که سوربی جان دوست داری اعلام کن اگه کسی خواست گل فروشی را در ونکوور شروع کنه، من برای شروع کمکش میکنم و بیزینس خیلی خوبی است، حتی ما سرمایه و مکان هم نمیخواد، ممنونم. ببینید دوستان، برنامه اینه، نه اینکه من بیام بگم آه جنبش قیام سپید برخیزید، این مرده رو برید نگاه کنید دیوونه شده پسر جوان. یکی از ظلمایی که این آخوندا واقعا کردن این بود که جوانای ما رو مشنگ کردن. اولا یه مش اسپویل، یه مش آدمای لوس نونور، چه دختراش چه پسراش، تو خونه مامانشون دارن، خونه مامان باباشون نشستن، دارن میخورن، از همه انتظار دارن، از همه طلبکار دارن. این تقصیر دولته، تقصیر این حکومت نابکار آخونداست. خب حالا اینه که من دارم راجع به شاهین غلامرضایی که آگست بود، آخرای آگست بود این شاپش رو، پیتزا شاپش رو باز کرده صحبت میکنم. این ور از ونکوور کانادا بالای سر ما آقای سبا تبار میگه اگر کسی میخواد گل فروشی من سراغ دارم. و دیدم یکی دیگه از برنامه‌های سبا تبار این استارتاپ بیزینس. استارتاپ بیزینس یعنی وقتی یه نفر میگه آقا من نمیدونم چی کار کنم، یکی بهش میگه آقا بیا مثلا این کاره هست، بیا برو امتحان کن، فلان کن، ما کمکت میکنیم. و کارهایی که دیگران به آدم یه هولی میدن، این خیلی به اصطلاح زودتر به نتیجه میرسه. در صورت ممنون و متشکرم. میگه که همیشه بودن شما تازه متوجه شدید. چی سعید کاووسی وقتی صحبت میکنی بگو راجع به چی داری صحبت میکنی، اینها یه دفعه میپری اینجا. خب دوستان بگید ببینیم برنامه ها روز جمعه بود بهتر بود یا الان که روزای یک شنبه است. خود من میبینم که خیلی از دوستان میگن ما روزای یک شنبه تعطیل هستیم و روزای یک شنبه برای ما بهتره. بعضی از دوستان اون موقع میگفتن که جمعه ها ما معمولا این ور اون ور میخواییم آماده بشیم بریم و شما برنامه داری. در صورت فعلا این ماه اکتبر و نوامبر و دسامبر، یعنی تا سال 2022 همین یک شنبه ها با شما خواهیم بود. آقای موثقی میگه که واقعا درود بر شما، این آخوندهای جنایتکار هستند که دارن همه مردم را گرفتار و اسیر پایین ترین مایحتاج روزانه میکنن. قبول دارم، ولی آقای موثقی تو فامیل خودتون تماس بگیرید ببینید آقا طرف چون رفته یه لیسانس زرزرکی از نمیدونم فلان دانشگاه آزاد گرفته، حاضر نیست هیچ کاری انجام بده. آقا بنده دبیر بودم، اومدم تو آمریکا از رانندگی، از نمیدونم این کتابای تلفن رو ما دیلیور میکردیم، هر کتابی بیا بذار تو پلاستیک گره بزن که اگه بارون اومد خیس نشه، ببر بنداز در خونه این، در خونه این 15 سنت.
یعنی 10 تا خونه که میرفتی میشد 1.5 دلار. حالا شما حساب کن، مثلا من و داداشم، داداش من استاد دانشگاه پهلوی شیراز بوده، اونم اشتباه کرد، از آلمان اومد، از آمریکا اومد ایران، بعد دید آقا اشتباه کرده، گفت من دیگه برمیگردم، برگشت اینجا. همزمان با هم اینجا بودیم، تو رستوران کار کرد، چیز به اصطلاح همین کتاب پخش کردیم، بعد رفت رانندگی برای این و اون، رانندگی کامیون، بعد کامیونداری خودش رو انداخت. الحمدلله الان هممون زندگی های خوبی داریم. دوستان، زندگی خوب این نیست که من به اندازه بیل گیت پول داشته باشم. جدی میگم، ما امروز فکر کنید شما به اندازه بیل گیت پول دارید، میخواین با این پول چه کار کنید؟ اولین نگرانی اینه که این پول رو من کجا بذارم که اینایی که میان هک میکنن پول رو نبرن. این پول من تو چه بیزینسی بذارم که درآمد داشته باشه؟ کجا قایمش کنم که دولت از من مالیات نگیره؟ واقعا به این سادگی هم نیست. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. اصلا ممنون، متشکرم. میگه که آها، اینو قبول دارم. میگه که آقای کاوسی میگه آخوندا از خود شما ملت هستن، انقدر بیمسئولیت نباشید. اینو من بارها به این اون گفتم، هی میگن اینا اومدن تسخیر کردن. میگم آقا برید سابقه شون و اسماشون و فامیلشون نگاه کنید، ببینید اینا کی هستن. حالا اتفاقا نگاه کنید، مثلا سوربی بر اساس شغل پدر بزرگش این فامیلو داره، ولی خمینی مال خمین بوده دیگه، خامنه ای مال خامنه بوده. اینا دروغ به خودتون نگین آمدن ما رو نمیدونم تجاوز کردن، تسخیر کردن. نه، درست میگه آقای اکبری گل گلا شیرازی عزیز، میگه یک شنبه ها خونه ولی ساعت شروع را قبلا اعلام کنید تا من گیج نشم. کاملا درست میگی. من به شما گفتم امروز، من اگر اتفاقا ایشون پرسید، گفتم ها همون سعی میکنم 2 بعد از ظهر به وقت ما باشه که میشه 8 شب، 2-6-8 شب به وقت آلمان. ولی چون با آقای نیساری تماس گرفتم، ایشون گفت نمیاد. بعد من اینجا یه کاری برام پیش اومد، گفتم خب من برنامه‌مو زودتر میذارم، برنامه دوستان جدا شده مجاهدین رو به موقع 12 اجرا میکنم، بعدش میرم به اون کار میرسم. از این لحاظ شما حق داری، من عذر میخوام، تلاش خودم رو میکنم. ولی دلیلش هم خیلی رو راست بهتون گفتم، چون ما اینجوری نیست که بگیم آقا ما اگه نشستیم اینجا آقای کاوسی و اکبری و فاتحی و اینها نفر 10 دلار به ما میدن، ما 150 دلار در میاریم، پس میمونیم سر ساعت. اگه یه کاری پیدا میشه میگه آقا بعد از ظهر شما میری نیوجرسی 160 دلار بگیری، میگم آره. این سعید کاوسی اون روز میدونه من تو راه نیوجرسی بودم، بهش گفتم آقا این چه افتضاحیه، این هی دارم میام، میگه 45 دقیقه دیگه اضافه شد، تصادف میشد. گفت من هر روز با این مشکل توی بلتوی دست پنجه نرم میکنم. دلیلش، تنها دلیلش اینه که کارایی که پیش میاد، من همون جوری که به شماها میگم، شماها وقتی که هیچ کاری ندارین میان تلویزیون نگاه میکنید. الانم منی که 22 سال سر ساعت برنامه میذاشتم، الان مجبورم برم تا جایی که هر وقت هیچ کاری ندارم بیام برنامه اجرا کنم. وقتی کاری هست که پولی هست، کاری هست که کمک به دیگران هست، کاری هست که کمک به خانوادم هست، اون کار میاد رده بالاتر یا در ارجحیت قرار میگیره. میگه که آقای رضا شکری، آقای صبحی اگر هر کسی بخواد به همه آرزوهایی که میخوام میرسیم و یک نکته، توی هر دولت یک تعداد دوز هستن، نمیشه به گردن همه سران دولت یا آدمهای دیگه انداخت. این نوشتار شما یک کمی یا من بد میخونم؟ بله، شاهینم میگه یک شنبه عالیه، الان دارن به هر کاری تن میدن، واقعا همه چندین کار دارن ولی نمیتونن برسن. آقا چند سال پیش یه آقایی که یا لیسانس بود یا فوق لیسانس بود، یه دوچرخه‌ای درست کرده بود و میرفت این ور اون ور واکس میزد، علی واکسی، خیلی قشنگ شیک میمد. و من مطمئنم این وقتی زنگ میزد به یه جایی میرفت تو اداره کفش این کارمندا رو واکس میزد، اونا نمیمدن قیمت معمولی رو به این بدن، اصلا سر و وضع این آدمو میدیدن. اگه کسی میتونه گوگل کنه ببینه هنوزم اون کارو انجام میده، چه اشکالی داره که قشنگ شما مثلا یه علی واکسی بشی ولی واکس مرتب و خوب بزنی. ما بد یادمون دادن، فکر میکردن هر کی دیپلم میگیره باید یه میز و صندلی بهش بدن. حتی اگه نگاه کنی تو خونه ها این کارو میکردن، میگن نه نه نه، اون اتاق داداشته داره درس میخونه، اون میز و صندلی، حالا همه زندگی اون یه اتاق بود مثلا،
میدونی این اشکال فرهنگیه. اگر من اینجا دو تا راننده داشتم، یه زن و مردی، دوتاشون داشتن فوق لیسانس میگرفتن، بعد گفت که ما شغلای دیگه از لحاظ ساعت کاری بهمون اجازه نمیده اون درس، اومدیم رانندگی کامیون میکنیم. بهترین راننده ها هم بودن. من اگه میخواستم یک کسی دیگه رو آموزش بدم، میفرستادم بغل لس این آقا یا خانم، میگفتم ببین هر کاری انجام میده انجام بده، چون این کار رو درست انجام میده. در اصل سعی کنید هر کاری که امکانش هست انجام بدید. اون وقتا میگفتن هیچ کاری عیب نیست به غیر از دزدی و هیزی. خب میگه I did deliver telephone book in New Orleans. بله این جیم رهایی، من فامیلن اینا رو میشناسم و از طریق آقای رضا رهایی که چند مدت پیش متوجه شدم ایشون فوت شده و چون تو دوران کرونا بوده به کس خبر نداده بودن، من با سعید و با مجید اینا آشنا شدم و به اصطلاح با چند تای دیگه. اون دوست جوانی بود که بعد ازدواج کرد تو بانک کار میکرد و اینا، اصلا رفت آمد خانوادگی داشتیم. خدا بیامرز اون موقعی که همسر آقای رضا رهایی هم تو پستخونه کار میکرد، هر وقت میرفتم میدیدم ایشون، واقعا چه زن نازنینی. و در هر صورت اینا، همین آقای رضا رهایی، خب مغازه موکت فروشی اینا داشت. این رهایی‌ها تو شیراز از زمانی که نمیدونم گاراژدار بودن و وضعشون خوب بوده، ولی اومده اینجا کار میکنه، بعدش رفت تو بانک کار کرد، بعد کامیونداری میکرد. و آفرین به شما، آفرین به شما که الان شما وضعت خوبه، نمیدونم داداشت وضعش خوبه اینا، برای که اون کارا رو انجام دادید و میفهمید که من نیومدم اینجا بگم آقا اینجا کار نیست، من میشینم تو خونه، کار بود بود نبود برمیگردم ایران. نه نرفتم ایران. بله سوربی جون، I don't have Farsi fund to write. بله first time these are all mullahs. حالا یه چیز به شما بگم، فکر کنم آقای رهایی شما همین نوشته انگلیسی تو بذار توی گوگل ترنسلیت، بعد برات عوضش میکنه به فارسی. البته خیلی مواظب باش قبل از اینکه برای دیگران بفرستی، خودت بخون ببین همون منظور شما رو به اصطلاح منتقل میکنه یا نه. یادم سالها پیش اولی که گوگل ترنسلیت میکرد، ترجمه میکرد، یه دوستی آمده بود یه شعر خیلی قشنگ فارسی رو داده بود، براش انگلیسی کرده بود، بعد همون ترجمه انگلیسی رو داده بود به گوگل، فخدی فارسیش کرده بود، شده بود پر فوش و ناسزا و اینها. و میگم خودتونم امتحان کنید، ولی در طی این سالها بهتر و بهتر شد. دوستان اجازه بدید من، چون امروز ساعت 12 یعنی 48 دقیقه دیگه با دوستی که جدیدن از سازمان مجاهدین جدا شده در آلبانی، آقای رفیق فکر کنم اسمش هست، این دوستانم اسمایی که دارن خیلی جالب و قشنگه. مثلا اون دوستمون سرفراز بود، اگه یادتون باشه بذارید من ببینم این عکس رو اینجا میتونم پیدا کنم. آوا تودی، بله الان برای شما پیدا میکنم. اون هفته من یه چیزی رو نشون دادم راجع به دراویش، خیلی از شما هی گفتین این ویدیو رو برای ما بفرست و ما هم نشون بدیم، منم فرستادم، امیدوارم چرخیده باشه، دوستان ببینن که آقا یکی از دلایلی که اینایی که ادعا میکنن، بذارید من این عکس رو بیارم اینجا ببینم نشون داده میشه. آها آقای رفیق دهقان، ببینید این با ایشون مصاحبه میکنم، اگه یادتون باشه ایشون کسیه که وقتی آمده بود جشن تولد که گزارش ببره برای سازمان مجاهدین، بعد با دوستش اون آقای سرفراز به اصطلاح جر بحث تلفنی داشتن و ما نوارش رو پخش کردیم و امروز میپرسیم که آقا این سازمان مجاهدین از اینا چی میخوان. بله آقای شکری، این جمله رو من خوندم ولی درست متوجه نشدم. آقای موثقی هم باور داره کار کردن عیب نیست. من خودم در کشور آلمان با ظرفشویی و زمین تمیز کردن شروع کردم. یادم یه روز دستاشو نشون میداد، نونوایی کار کرده بود، دستاش عین کباب، واقعا کباب شده بود. یپ آی دو هاف فارسی is out now. همون وقتی فارسیه رو داری بیرونه کلک بزن. میدونی تمام این کامپیوتر شما باید تریکش کنی تا بتونی اون کاری رو که میخوای انجام بدی. یه جا گیر افتادی نمیتونی، میخوایم فارسی بنویسی، این متن انگلیسی رو برو روی اونم وبسایت و
وقتی وبسایت دیگه شما اپی چیزی لازم ندارید، میریم روی وبسایتشون انگلیش به فارسی بعد برای ترجمه میکنه. بله صفحه تلویزیون این گلها و اینها رو نشون دادیم، خیلی ممنون. اینجا نوشتم عکس نادر، نمیدونم حالا نادر یعنی کمیاب یا بله. آهان این آقای نادر گرامیان، ما کتاباش و اینا رو هم اینجا تبلیغ کردیم مجانی، چون گفتیم هم آدم مسنیه هم چیز، ولی دیدم آقا این مسکه یک کمی شوته. این زمان شاه دستبوس اونها بوده، الان چون تو ایران هست دیگه نمیدونم، اینجا میگن از کیس یا بله فلانجای آخونده رو ماچ میکنه. دیدم اون روز نوشته بود که اینا، بهتون نشون میدم که فکر نکنید من یه وقت حرف بی جا میزنم، این فراستی هست. بهتون گفتم یکی دیگه از گناه های بزرگی که آخونده انجام دادن این بود که به خاطر کارهای درستی که انجام ندادن به افراد شاه اللهی مثل پرویز ثابتی و این احمد فراستی و اینها این فرصت رو دادن که اینا بتونن بیان بیرون و حالا تازه طلبکار مردم هم بشن. این گرامیان، نادر گرامیان نوشته بود بنده هرگز در زندگی به هیچ ارتشی و یا کارمند سازمان اطلاعات امنیت کشورم توهین که نکردم، هیچ دست کسانی مثل احمد فراستی را میبوسم. گفتم آقا دیگه حالا آخر عمری بیچاره بدبخت، به اینجا رسیدی که دستبوس احمد فراستی شدی، برو همون دستبوس اون باش، من با شما کاری ندارم. موثقی میگه بله بله رفیق هستن. کیا با هم رفیق هستن؟ من وقتی صحبت میکنم میرم برمیگردم، نمیدونم نوشته شما مال به اصطلاح یعنی مربوط به کدوم مطلب میشه. درصد ممنون و متشکرم. یه ویدیویی بود انگلیسی صحبت کردن رئیس سپاه پاسداران، فکر کنم اینو آقای اکبری گذاشته بود. دوستانی آقای اکبری ویدیوها و عکسای میاره میذاره، من نمیدونم از کجا، خب هیچ وقتم ازش نمیپرسم، چون اگه قرار باشه به هر کسی بگه دیگه اون وقت اون جذابیت رو برای خودش و صفحه خودش نداره. اگه کسی لینک اون ویدیو رو میتونه اینجا بذاره یکم با هم بخندیم. من گذاشته بودم روی صفحه خودم، نمیدونم مثلا میشه فیسبوک ورش داشته باشه، ولی شاید چون آمریکا رو تهدید کرده مثلا ورش داشته باشه، ولی در هر صورت خود من این رو گذاشته بودم، شیر کرده بودم و به اصطلاح حالا هر چی میرم بذارید رو صفحه خودم مردم تیوی رو بتون، به اصطلاح فیسبوک صفحه شخصی خودم رو نشون بهتون بدم، کامرای 3 اینجا وقتی ما میریم پایین باید اون ویدیو رو هم ببینیم. میبینید اینجا این برنامه الانه، این بله این دیروز بنی صدر که فوت شد گذاشتیم اینجا. این ویدیو هم خیلی جالبه، این ویدیویی که درباره اینایی که رفتن ترکیه به اصطلاح اونجا خونه خریدن و اینها، بهشون هشدار میده که هر چی زودتر تا هنوز مشتریای دیگه هست در برید از اونجا، خونه هاتونو بفروشید، که ترکیه هم وضع اقتصادیش بده، هم به اصطلاح اون رهبرش هم که میدونید این دیوانه عثمانی، و خلاصه اینم مال یکی هم مال آذربایجانه. این هر کی این کاریکاتور کشته خیلی قشنگ میگه که این یک کاریکاتور اینجوری هم بود که خامنه ای آخونده رو باد میکردن به عربا نشون میدادن بهشون اسلحه بفروشن، ولی این صهیونیست. دوستان صهیونیست رو با کلیمیا و یهودیا اشتباه نگیرید، صهیونیست یه حزب، یه جنبش نجات پرستانه است. خلاصه این صهیونیست داره اینو باد میکنه، ولی میگن حواسشون نیست. این ایرانه، ببینید این چیزه، چرا اینجوری شد؟ بله آهان این عکس من گذاشته بودم برای برنامه قبلی، اینو باد میکنه و هرچی میاد نزدیکتر میشه به ایران، این گل، این یک گیاه کاکتوس هست که خار داره و اینها، میگه خطر به اصطلاح پاره شدن و منفجر شدنش و اینها هست. اینم از این. دیروز من یک جر و بحث کوچولو داشتم، یه عکسی رو باز آقای اکبری گذاشته بود، عکس دختر رضا پهلوی که با چند تا نرقر این ور اون ور هستن. حالا دیگه عکسای قبلش و بعدش اینا رو ما نمیخوایم اصلا ببینیم و داشته باشیم. بعد
من نوشتم خب اینم لابد مثل مادر بزرگش فرح پهلوی که حتی وقتی زن شاه شده بود ولی اون به اصطلاح خواهش ها و اون زیاد خواهی های سکسیش کاری کرد که این دوست پسرش رو برد تو کاخ، حتی یه کاخ جدا ساخت و چندین نفر دیگر هم اونجا دور خودش جمع کرده بود و داستانهای زیادی هست در رابطه با روابط فرح دیبا. بعد یه نفر برای من نوشته بود که آره این نمیدونم دختر بچه هست و اینا. گفتم فقط احمقا هستن که نمیفهمن. اولا کسی که 18 سالش شده، کسی که میره این عکس‌ها رو میگیره، کسی که تو دیسکو میره، کسی که در حال مشروب خوردنه که تو آمریکا باید 21 سال باشه، و مخصوصا کسی که پابلیک فیگر هست، چهره شناخته شده هست، دیگه اون حالتی که شما مثلا از بچت کسی عکس گرفته باشه اینجوری نیست. بعد یه آقایی به نام بابی فعلی ها، من با منصور و ناصر و حتی اون خواهرشون لیلا و اینها آشنا بودم در باز سعدی، و اگه نگاه کنید یه مصاحبه چند مدت پیش با این خانم فعلی داشتم، فکر کنم اروپا بود. بعد نوشت که الاغ خودتی. گفتم اولا من نگفتم الاغ، ولی خیلی جالب بود برای من. شما اون زبان زده چوب رو که بلند میکنی سگ دوست فرار میکنه، اینجا تداعی کردی و برای ما نشون دادی. من منظورم شما نبودی، ولی شما خودت فهمیدی که خودت بودی. خلاصه یه مشتم با هم جر و بحث کردیم و بعد دیگه جواب نداد. بهش گفتم چی شد رفتی دنبال حالا تریاک کشیدن و بافور کشیدنت، ولی اگه یه روزی فکر کردی میتونی این توانایی، دانش، شجاعت، شهامت رو داری که بیای صحبت کنی، بیا رو خط صحبت کن. میگه امروز صبح از خواب بیدار شدم 10 تا پیام فوش خار مادر به خاطر گذاشتن عکس دختر رضا پهلوی برایم فرستاده بودن. دیدم که آقای اکبری نوشته آقا من عکس همه رو میذارم، از زن قاجار میذارم، از ملیجک قاجار میذارم، از اروپایی میذارم، از شاه میذارم، اینم میذارم. حالا همین آقای فعلی من براش نوشتم که گور پدر این آخوندا، ولی شما نوای اینا که 10 سال 13 سالشون هم هست عکساشون رو میذارین و زیرش هر مزخرفی هم میخواین مینویسین. این نشون میده شما اون ماجرای یک بام و دو هوا یا دبل استاندارد هستین. از این ور میگین آقا این خانواده خصوصیه. حتما شما هم دیدید این شاولاها میگن آقا این خانواده ها خصوصیه، چی کار داری رضا پهلوی زنش طلاق داده یا نداده. ولی از اون ور هر چی دلشون بخواد. بله، آقای افراخته نوشته بنی صدر دوز نبود ولی بزرگترین دروغگو بود و بیش از همه به خودش، چون شهوت رسیدن به قدرت داشت، درست مثل روشنفکران و شیفتگان دموکراسی غرب که به خوبی ماهیت غرب را میشناسند ولی به خاطر ناتوانیشان از تغییر به دروغ وانمود میکنن امت آمریکا و ناتو و باور فلان اینا. آقای افراخته خیلی ممنون. اتفاقا این راجع به دوز نبودن بنی صدر، خود بنی صدر تو همون ملاقات یه ساعت نیم دو ساعته که من باهاش داشتم تعریف میکرد که وقتی داشتیم میرفتیم ایران به همسرم گفتم که خب دیگه ما داریم میریم خونه رو بفروشیم. همسرش گفته بود نه خونه رو نفروشیم، شاید نشد ما برگردیم. بنی صدر گفته بود اگر ما یه دلخوشی اینجا نگه داریم، اونجا همه دلمون رو، همه ایمانمون رو، همه قدرتمون رو در خدمت ایران انجام نمیدیم. و ببینید این بنده خدا ممکنه که حتما اشتباهاتی کرد، ولی نیت بدی نداشته. شما ممکنه یه وقت با نیت خوب بخواید یه کاری انجام بدین ولی حاصلش بد بشه. این هفته پیش دوشنبه 6 ساعت فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام از کار افتاد. همه دنیا میگفتن چی شده. درست همون زمانی بود که یک نفر از مقامای بالای فیسبوک آمده بود توی مجلس راجع به این که فیسبوک چگونه سوء استفاده میکنه از من و شما صحبت میکرد و این اتفاق افتاده بود. بعضی ها که پیرو دسیسه هستن میگفتن این دسیسه بوده و اینها، ولی بعدن دیدیم که همون 6 ساعت 6 میلیارد دلار یا 6 بیلیون دلار این آقای ساکربرگ هرچی مارک صاحب فیسبوک ضرر داد و به اصطلاح فعلا گذشت. و همه میگفتن که این طولانی ترین قطعی بوده. نخه، یه دفعه چند سال پیش این اتفاق افتاد، اون دفعه یک روز، چیزی که از اون موقع فیسبوک به این بزرگی نبود.
و خنده دارترین قسمت این ماجرا این بود، فیسبوک و توییتر که رقیب هم هستن، فیسبوک مجبور شد بیاد توی توییتر به مردم خبر بده که چه اتفاقی افتاده. بعدن میگن که ما سیستم داخلی و سکیوریتیمون خراب شده بود، اینایی که باید میرفتن مثلا تو این اتاقه اون کارتشون که باید میکشن باز بشه اون کارت باز نمیشده. حالا احتمالا یکی دیگه هم چند مدت دیگه میاد بیرون حقیقت رو میگه. میگه دوستم تعریف میکرد هر شب دیر به خونه برمیگردم، وقتی میام خونه میبینم مادرم نشسته منتظر، به محض اینکه منو میبینه میگه پسرم میتونی برام این نخ رو سوزن کنی یا این نخ رو از سوراخ سوزن رد کنی؟ یه شب از همین شبها ازش پرسیدم مادر شب به این دیر وقتی چی میخوای بدوزی؟ خب بذار روز. گفت مادر جون چیزی نمیدوزم، فقط تو رو آزمایش میکنم که ببینم چقدر مستی. بعد طرف زیرش نوشته باور کنید پلیس آمریکا هنوز به فکرش نرسیده که اینجوری مستا رو آزمایش کنه. آخرین برنامه شاهین رو بذارید به اینجا بهتون نشون بدم، گذاشتم روی فیسبوک در رابطه با همین بود، میگه قزروفای پای آدم درد میگیره و نمیدونم اینجوری، راجب ابی و همسرش و اینها صحبت میکرد و من فکر کنم ابی آمد و عذر بدتر از گناه آورد. میدونید چی؟ ابی اومد گفت که ما وقتی رسیدیم اونجا وسائل ما رو تو فرودگاه یا قسمت گمرک ترخیص نکردن. خب یعنی آقای ابی شما بدون اون وسائلی که صداها رو انگولک میکنه، بدون اون وسائلی که از قبل صداها رو ضبط میکنید پخش میکنین، فقط لب میزنید، برنامه‌تون میشه این. این عذر بدتر از گناه ابی بود به نظر من. نظر شما در رابطه با ابی چیه؟ نظر شما در رابطه با ابی و همسر جدید که دیگه حالا نه همسر فعلیش و بچه همسرش اون آقایی که خیلی هم شبیه ابی هست چی هست؟ اینا آیا باید؟ دیروز خبر فوت همیرا پخش شده بود، من دیشب مجبور شدم زنگ بزنم به کاباره تهران و شماره کاباره تهرانم بهتون بدم اگه خواستید یه وقت رفتید اونجا، و خانمه بیچاره گفت که آقای سربی ما دیگه واقعا نمیدونیم چی کار کنیم، از صبح تا حالا اینجا ما رو دیوونه کردن. اینه دوستان شماره تلفن کاباره تهران در لس آنجلس 818-600-0322، عددار یک به یک بهتون میگم، 818-600-0322. اگرم مشکلی داشتید بگید تا من براتون چی کنم. Add to existing contact to create new contact، بذارید من اینجا بنویسم تهران، نه اون تهران دوستمون، کباره تهران، فکر کنم آقای احمد مسعود یا مسعود احمد، همیشه یادم میره، من اون فرهنگ حمید و حمید فرهنگ و اینا رو با هم قاطی میکنم و میدونید که با هم زندگی میکنن، یا زن شوهر هستن با خانم همیرا. خانم همیرا برعکس خواننده‌های دیگه که تا روزی که میخوان بمیرن هی کشش میدن، چند سال پیش خیلی قشنگ مؤدبانه ایشون رفت کنار و گفت که من بنزه کافی خوندم، حالا از خوندن دیگران استفاده میکنم. خبر فوت ایشونم که دیروز پخش شد من اینجا تکذیب میکنم. ساعت 10 دیشب به وقت ما، 7 به وقت کالیفرنیا من تماس گرفتم و به اصطلاح گفتن که نه این خبر درست نیست و نمیدونیم چرا اینجوریه. بعضی از این خواننده ها میگن خودشون این خبرها رو پخش میکنن که دوباره سر زبون ها بیفتن. تا حالا چندین با برای هوشمند عقیلی بیچاره گلپا اینا گفتن، ولی این خانم همیرا که الان نه برنامه‌ای داره نه میخونه نه کنسرتی نه نواری، فکر نمیکنم خودشون بیان همچین کاری کنن. ضمناً همیرا همچین شخصیتی رو نداره که بخواد یه دروغ اینجوری پخش کنه. یکی نوشته بود من هیچ وقت ناخواسته دیگران رو اذیت نکردم. بعد گفتم چه خوب یه نفر همچین چیزی میگه، لابد پشتش عذرخواهی میکنه. نوشته بود من همیشه با برنامه ریزی دیگران رو اذیت میکنم. این چیزا بعضیاش قشنگه، یه جملن ولی قشنگه. بله
باز داستان مسیح و اینها و این آقای قیام سپید مرده که دیوانه، یه نفره آخرش دیگه برای من نشون، من خودم تنها هستم، ولی بهش میگم تو آقا به من بهت میگم بیا مصاحبه کن، میگی من باید برم از سران نمیدونم فلان، بعد حالا میگی من تنها هستم، دیوونه شدن. نان و شراب بدن من و خون من، این آقای جیزس گفته. بعد مسیح و داستان مسخره دیگر، از این ور میگن مسیح گناهکار بود، اینجوری بود اونجوری بود، حرامزاده بود، از اون ور میگن مسیح برای گناهان من و تو خودش رو به صلیب و غلط کرد، مگه من ازش خواسته بودم؟ ضمناً مگه این خدا اون بالا چه کاره است؟ یه چیزی بهتون بگم، گفت روز قیامت، نه همون شب اول قبر بود و اینها، طرف فوت شده بود، خدا ازش پرسید که تو وقتی همسایه‌هات گرسنه بودن کجا بودی؟ چه کار کردی؟ طرف گفت که اولا اگه تو خدا هستی میدونی وقتی اونا گرسنه بودن من داشتم خوش میگذروندم و مثلا توی کافه رستوران بودم. دوما اگه تو خدا هستی، تو اونا رو خلق کردی، تو مسئول هستی، چرا از من بازخواست میکنی؟ اینم در رابطه با خدا و مسیح و محمد و داستانهای افتضاح و دروغی که این آقای جورج کارلین حرف خوبی زد، گفت من اولی که دنیا اومدم خب کاتولیک بودم، پدر مادرش بردنش روی کلیسا و اینها، بعد گفت فوری تا عقلم رسید دین رو گذاشتم کنار، گفت فکر کنم اون موقع 2 سالم بود. یعنی میخواد بگه این داستانا حتی بچه 2 ساله هم باور نمیکنه. خیلی ممنون. ببینم شاهین عکس خود ما رو میذاره. آها میگه که آقای سلیمانی بله ویدیو جالبی از مسافرت ها خانه خریدن ها و اینها. آقای سلیمانی هم برنامه های خوبی میذاره، خودش هم الان میبینم که برنامه داره. ممنونم. برنامه های من رو ندیدم بذاره، ولی برنامه های جدا شده ها رو به اصطلاح میذاره، از این بابت ازش ممنونم. ما از هیچ کس طلبکار نیستیم و هر کسی که لطف میکنه یه جایی، حالا به قدمی، به قلمی، به درمی، ما ازش تشکر میکنیم. و اما فیسبوک 6 ساعت قطعیش و 6 میلیارد دلار ضرر رو گفتم، و اینکه فیسبوک میگه ما پول رو، منفعت رو ترجیح نمیدیم، دروغ میگن. اونایی که میگن آقا این فیسبوک چیه، همه رو به هم میندازه، یا میگن آقا این فیسبوک چیه، پول رو از آقا جون، فیسبوک کورپوریشن شرکت های سهامی از روزی که درست شدن، فلسفه پیدایششون این بود که پول و منفعت رو بر اصلا انسان، حقوق بشر، همه چی ترجیح بدن، ارجحیت داشته باشه و الی آخر. از اون گذشته شما پیدایش فیسبوک رو نگاه کنید، 2 تا داداش بودن و این آقا اومدن اینو درست کردن که بچه ها وقتی از مدرسه میرن بتونن همدیگر رو پیدا کنن. من بگم آه یه دوستی داشتم فامیلیش اکبری بود، بزنم 20 تا اکبری بیاد این عکسشو بذاره، بدم نی بعض وقتا عکسای قدیمی رو میذارن، بگم آها این یکی بود که نمیدونم پادگان شماره 4 خدمت میکرد، خونهشون اینجا بوده و اونجا بوده و الی آخر، هشمتری امتیاز، هشمتری نادر بلان. فیسبوک پیدایشش برای این بود. ولی ببینید اینا چی شد، با دعوا و دادگاه از هم جدا شدن. حالا آقای نادری گرامیان یه روز میاد ابراز ارادت به من میکنه، میگه تو خودت بهترین هستی، دانا هستی، بعد فردا میبینم دست بوس فراستی میشه، خب من مجبور یه تیپا بزنم تو بیهایندش بندازمش اون بر و الی آخر. بله سعید کاووسی دوباره نوشته دقیقاً تو رو خدا بنویسی خودش کجا بوده، کی خودش کجا بوده، bunch of lies. آره ببینید آقای رهایی وقتی میگه bunch of lies، من به 2 رقم میتونم برداشت کنم، یکی این که من دارم دروغ میگم که اینجوری نیست با شناختی که ازشون دارم، یکی این که میگه این داستانهایی که الان من رو گفتم اینا همش دروغه. ممنون و متشکرم. و کاووسی هم میگه دقیقاً احتمالاً برای همین داستانهای جیزز و میزز و اینا. ولی آقا هستن افرادی که چه پولایی میدن، چه پول خونهشو به بچهش نمیده ولی خونهشو میذاره وقتی مرد بدیم به فلان کلیسا، و این کلیساها مالیات نمیدن. نگاه کنید ببینید این پدر روحانی ها چه ماشینایی دارن، چه ویلایی دارن، همه اینا رو به اسم کلیسا مینویسن، یه پنی مالیات نمیدن. ولی من و شما 100 دلار که کار میکنیم، اول 30 دلار شکم میکنن، پولا رو میدن دستمون. گوش کنید اینجا تموم نشد، این 70 دلار رو میخوای بری بنزین بزنی، اونجا مالیات ازت میگیرن. میخوای بری نون بخری،
ازت مالیات میگیرن، میخوای بری کفش بخری ازت مالیات میگیرن. یعنی مالیات رو مالیات رو مالیات. من اون وقتا این زبان زد هست که میگن که پنی ارن پنی نو پنی سیوید پنی ارن، یعنی شما اگر یه پنی نگهداری مثل این میمونه که یه پنی رفتی کار کردی. من به بچه هم گفتم نه خیر این غلطه، شما اگر پنی سیو دالر ارن، شما باید 100 تا پنی در بیاری تا تموندهش بشه یه دونه، حالا این یکی رو به قفلت خرج کنی یا نگه داری. بله 15 سال پیش یکی از دوستان برای من داشت میگفت که آقا یه نگاهی بندازید ببینید این آخوندها تو سوریه و عراق و اینها تا کجا رفتن، تا دریای فلان رفتن، از اون ور یمن و فلان اینها تا دریای فلان رفتن. گفت اینا اینجوری نیستن و این امید نادان بعض وقتا یه حرفایی میزنه، عکس خامنه ای رو میندازه، عکس کوروش رو میندازه، میگه اینا دنبال امپراتوری هستن. بعضی وقتا درست میگه دوستان، ولی اشکالش اینه که اینا دنبال امپراتوری مذهبی هستن، همون جوری که جنگ های صلیبی بوده، همون جوری که اسلام قبلا بوده که تا اسپانیا و اینها رفته و الی آخر. اون خطرناک. آقا از موضوع میگذری، بعد برمیگردی پیام میخونی و حافظت مثل حافظه ماهی، بعد سوال میکنی پیام ما برای چیه؟ خب این خیلی معمولی عزیز من، اینو من بارها، من که اینجا پیام شما رو نمیبینم، من پیام شما رو فیسبوک میبینم و اگه دارم حرف میزنم نمیتونم که هم پیام رو بخونم هم راجع به پیام شما حرف بزنم. شما باید انقدر بدونی که بگی سربی درباره مسیح که گفتی من هم با شما همراهم و این مزخرفات چیه. مسیح که اصلا 300 سال ازش قسطنطنیه، شما بدونید این استانبول الان، این قبلا قسطنطنیه نوشتین، یک با ت، یک با تا، یک با سات، یک با سینه بمانه. این همون کانستانتین نمیدونم مامانش پولش داده برو آقا، اون رفته این افتضاحات رو جمع کرده به نام انجیل و فلان اینا، ولی خبری از جیزز و اینا نبوده. حالا یکی آمده نقاشی کرده، اولا اون موقع پشت میز می نشستن 12 نفر می نشستن، بعد یکی میگه مریم بغلش بوده، بعد یکی میگه نه این زنش بوده، بعد یکی میگه دست اون چاقو بوده، اینم فکر کنم مایکل آنجلو کشیده، این چیزای علکی اون کشیده. حالا هر مزخرفی میخوان تفسیر و برداشت اون میکنه. خانم ملیه، خانم گل که من همیشه بهش میگم چه اسم قشنگی داری. کاکو سوربی عزیز جان با سلام، یک ران تصویر خیلی قشنگ، بک‌گراند تصویر قشنگ مثل این که منزل شماست. نه من آرزو میکنم که منزلم اینقدر بزرگ بود که میتونستم یک کتابخونه اینجوری داشته باشم. این هنر و صنعت گرین سکرینه، دلیلش هم این که الان ببینید من مثلا میتونم شما را از اینجا حتی وایت هاوس، کاخ سفید یا کجا ببرم، بذارید مثلا بگم یه جای دیگه ببرم، بگید که همین صحبت از کلیسا شد، اجازه بدیم ببرم تو کلیسا. ببینید الان رفتیم تو کلیسا، این نیست که من این کلیسا رو تو خونم ساخته باشم. یا مسجد نصیر، نصیر الملک توی شیراز نزدیکای درب شیخ، یا این یکی، این عکس رو من خودم گرفتم توی شیکاگو، از یک جای بود، چشمت روشن، به این میگن آدم خوب. ببین قبول میکنه اون چیزی رو که من میگم، خودشو میذاره جای من، میگه من وقتی نشسته بودم اونجا، تازه سوربی مینشست اونجا، به من میگفت که آقا فلانی تلفن زده، یا یه کاغذ مینوش میداد دست من، ولی الان سوربی همه این کارا رو انجام میده. یه روزم من بهش نمیگم سوربی اگه کمک میخوای من میام 2 ساعت میشینم اینجا پیام ها رو میخونم بهت میگم. سعید کاوسی میگه حضرت مریم رفته شیطونی کرده و انگلیسی ها بهش گفتن بگو خدا به من تجاوز کرده. راست میگه، این دیگه زرنگ ترینه، دهن همه رو میبنده میدونی، و این کاری کرده دیگه. و الا با یوسف نجار شما شب تو طویله چه کار داشتی؟ اصلا یوسف نجار چه کاره شما بوده؟ بعد تو اون زمانا یه زن و مرد جوون بلندشن را بیفتن برن. الان اینجا تو آمریکا یه زن و مردی بلند شدن با ماشین رفتن، زنه الان کشته شده، دختره کشته شده. ببین چه داستان ها، چه حکایت هایی بوده، همه میگن پدر مادرش مسئولن، اینجوره اونجوره. یه استدیوی دیگه بهتون نشون بدم که حالا که شما خیلی تو بک‌گراند هستید ببینم، اینم یه استدیو که من گاهی وقتی چیز میکنم. این هیچی نیست، این پشت سر ما یه دیوار سبز درست میکنیم که الان اسکایپ، الان اون
فیسبوک دوستان یه چیز جدید اضافه کرده که میخواد جای تیک تاک رو بگیره. همشون اینجوریه، تا دیدن یکی موفق میشه میخوان برن جلوش اون کار رو انجام بده. به اسم ریل، ریل R E E L، اینا ریل فیلم و ریل فیلم وقتی بود اون وقتا میگفتن ریل، به اینا میگفتن. اون نوارهای بزرگی بود که با موتورسیکلت گازی از این سینما کاپری میبردن به اون سینما و اینها. الان به این اسم درست کرده. اگه برید روی فیسبوکتون به غیر از لایو اینم گذاشته اول، ولی من از امتحان نکردم. توی این شما میتونید بک‌گراندتون رو به اصطلاح هر چیزی میخواین انتخاب کنید، عکسای متفاوتی. صبح جان there is delay in Facebook comments. بافرین دیگه، اینم پس مزید بر علت میشه. میگه که آقای کاووسی، این آقای رهایی گل میگه که تأخیر هست توی فیسبوک. به غیر از اینکه مجید جان تأخیر هست، اینه که منم که صحبت میکنم شما بعدن میشنوی، و به همین خاطر من الان اگه فیسبوک روشن کنم، من اینجا میگم الان ساعت 11:40 و مثلا 30 ثانیه است، وای میسم هیچی نمیگم، بعد شما اونجا میشنوی الان ساعت 11:40 و 30 ثانیه است، نگاه میکنی میبینی 11:40 و 40 ثانیه است. 10 ثانیه نه، دروغ میگم، انقدر چیز نیست، انقدر اختلاف نداره. دقیقا دوستان 11:40 است. اجازه بدید من یکم زودتر چیز کنم تا برنامه 12:20 دیگه با دوستمون باشیم از آلبانی. اسم ایشون هم چی بود؟ آقای رفیق دهقان. و ببینیم چی میگذره. دوستان الان انگشت دست ترامپ زیر چکش بایدن قرار داره و امیدوارم بایدن مقاومت کنه. این ترامپی که میگفت اگر کسی دوزی نکرده باشه چه اشکالی داره هر جا ازش بخوان، الان نه خودش نه دیگران نمیان تو دادگاه بگن چه گذشته جانویه 6 و میخواد بابا، هنوز بابا دیگه رئیس جمهور نیست، ولی میخواد اون اگزیکیتیو پریویلیج، یعنی اون چیز اجرایی رو هنوز داشته باشه و اون رو رئیس جمهور فعلی میتونه اپروف کنه یا تایید کنه، که بایدن گفته نه ما میخوایم همه چیز معلوم بشه. ولی این یه خطری داره، خطرش اینه که بعد سیاست آمریکا اینجوری میشه که این رقبا هی همدیگر رو میخوان محاکمه کنن. هر وقت دموکرات ها اومدن ریپابلیکن ها رو میخوان محاکمه کنن، هر وقت ریپابلیکن ها اومدن، و این باعث میشه که به ضرر آمریکایی‌ها تموم میشه. و من خیلی متاسفم که بعضی از دوستان مثل آقای بهمن احمدیان که ایشون فکر میکنه ریپابلیکنه، ولی نمیدونه ریپابلیک و دموکرات اینا اون آقای بها بوده، باب بوده، کی بوده گفته ما هممون میوه های یک درختیم و همه این شاخه ها شاخه های یک درخت هستن. اینها دوست عزیز، اینها دوتاشون شاخه یک درختی هستن به نام کپیتالیسم. و شما هی نگو هر وقت دموکرات ها بودن ایران اینجور اونجور. یه قلم کاغذ بردار، اولینش بنویس کارتر. ولی کارتر وقتی بود، ریگان اولین ریپابلیکنی بود که با ایرانیا که هنوز حکومت رو نگرفته بودن زد و بند کرد، آخوندار رو گفت این گروگان ها رو نگه دارید تا من بشم رئیس جمهور. بعد بنویسید ریگان 8 سال، بوش 4 سال، کلینتون انقدر حساب کنید تعداد سالهایی که جمهوری خواها حکومت کردن بر آمریکا بیشتر از سالهایی هست که دموکرات ها حکومت کردن توی این 42 سال گذشته. پس چرا هنوز وضع همونه؟ همینه که آقای بهمن احمدیان، شما در تگزاس میری بنزین میزنی گالونی 2 دلار، از شیر ارزونتر، از آب ارزونتر. و اگر اینها بخوان حق رو به حق دار بدن، یه حکومت درست بیاد تو ایران، لوله‌های نفت رو میبنده، همونجوری که دکتر مصدق، اون کسی که به اصطلاح شما بهش باور دارید، گفت ببندید در این چاه مستراح رو، چاه نفت رو، و این برای آینده باید باشه. اون وقت گالونی 10 دلار شما باید اینجا بنزین بزنی. اگه شد گالونی 10 دلار، اون وقت این بیچارهای اسپانیش از صبح تا از کار نمیکنن برای 100 دلار، اون وقت باید 300 دلار بگیرن. اگه اون 300 دلار بگیره، گوجه فرنگی رو شما کیلویی 1 پوند نمیخری، کیلویی 5 پوند میخری، و همینجور میره تا آخر. در صورت دوستان عزیز، این نوشته های دیگران رو که فوری حالا دیگه یادم گرفتن یه چیزی درست میکنن اینها، خیلی باور نکنید. بنی صدر هم رفت، گفتم در موردش. و
یک کاریکاتوری بود که راجع به حضرت محمد و اسلام و اینها توی هلند اگه اشتباه نکنم چی نوشته بود، بیچاره به وضع خیلی بدی در یه تصادفی سوخت و الان ویدیوشو گذاشتن که داره جزغاله میشه، کباب میشه، فریاد میزنه. بعضی ها میگن شاید این تصادف هم به اصطلاح یک دسیسه ای از طرف مسلمان ها بوده. آقای زرتشت احمدی راغب یادتون هست، من یکی دو بار با ایشون مصاحبه کردم، همون موقع هم بهش گفتم آقا این کارهایی که شما میکنید بی خوده، ره به جایی نمیبرید. بنده خدا 3 سال از کار اخراجش کردن، حالا برگشته دم آتش نشانی اونجا وایساده میگه من کارمو میخوام. از اون بدتر پسرش هم وایساده بغل لسش میگه کار بابامو بهش پس بدید. آقا نکنید، بی برنامه این کارها رو نکنید. شما ببینید دشمنتون کیه، یه شناختی از دشمنتون داشته باشید. مگه ما تو فارسی نمیگیم تو اول بگو با کیان دوستی، پسندگاه بگویم که تو کیستی؟ تو اول ببینید این آخونده کیان، با کیا دوستن؟ با همین آقای ترامپ دوست بودن، با همین آقای کلینتون دوست بودن، با اوباما دوست بودن، با بایدن دوست بودن که به این روز افتادین. شما بیچاره ها گول این فیسبوک رو نمیدونم اینو نخورین. آقا یه کاغذ گرفتم من آزادی میخوام، آقای ریگان که آزادی منو میدی؟ اونام به ریشتون میخندن، بعدم اینجوری میشی، کارت از دست دادی، حالا لباس آتش نشانی میپوشی میای دنبال کار میگردی. برای ایشون نوشتم اگه میخواد بیاد با هم صحبت کنه که نیومد. دیروز انفجاری در مسجدی در افغانستان روی داد که طالبان میگه این داعشی ها هستن. داعشی ها که همیشه گفتن ما میزنیم میکشیم، گفتن نه ما نیستیم، این خود طالبانه، به این وسیله داره شیعه رو از بین میبره. دوستان من دیروز ویندوی 11 رو گذاشتم روی این سیستممون، الحمدلله داره کار میکنه درسته. اگر شماها ویندو 10 دارید یا اون 8 و اینها رو دارید، فکر کنم میتونید مجانی ویندو 11 رو داشته باشید. من بهتون پیشنهاد میکنم از چه وبسایتی اینها، روی یوتیوب خودتون برید تحقیق کنید یا برید توی microsoft.com اونجا عوضش کنید، بعدم میگه که چه چیزایی لازم دارید. من به نظرم میاد این ویندو 11 مثل واکسینه. من پریروز با یه نفر داشتم میرفتم راکویل، این مال اروپا است، به من گفت که تو واکسین زدی؟ گفتم ها. گفت چند سالته؟ گفتم 65 سال. گفت سال دیگه خاموشت میکنن. گفتم یعنی چی خاموشم میکنن؟ گفت آقا این بیل گیت چیپس فرستاده، حالا این چیپس فرستاده، بعد همه شما دکمتون رو میتونه بزنه خاموش بشین. گفتیم بابا ولمون کن. در اصل من ویندو 11 رو مثل واکسین میبینم. اگه ویندو 10 به اصطلاح اون ماجرای کرونا، گرچه ویندوز 10 خدایش من بیش از 1 سال این کامپیوتر رو داشتم، هیچ اشکال نداشت. صحبت از کامپیوتر شد، دوستان اگه لطف کنید حمایت کنید، ما سیستمای جدیدتر بخریم، کامپیوتر بهتری بخریم، دوربین بهتری بخریم. من الان یه دوربین خریدم که از همینجا که نشستم میتونم بزنم تق می نگاه کنید چراغش روشن بشه، چراغش خاموش بشه. خب این چیز میشه، ببین میتونم جلو عقب کنم. ببینید این تصویر، ببینید راستی اینجا من بهتون نشون بدم که نترسید جایی بدی نیست، اینجا من داره خوب میشه. این 5 تا بخیه و اینها ببینید، 4 تاش دیگه اصلا رفته، این آخری یکم جاش مونده، اون ایراد گرفتیم از خانم دکتره، دستش درد نکنه. به من گفت 2 ماه تا 3 ماه طول میکشه، الان درست 1 ماهه. گفت این رو 2 هفته خوب میشه، ولی زیر به اصطلاح 2 ماه تا 3 ماه طول میکشه تا اون بخیه ها جذب بشه. دوستان عزیز اجازه بدید برم، چون 12 دقیقه دیگه چیز نمونده. اگر کسی حمایت کنه، خودش حتی برنامه بذاره، بگه آقا من $100 $200 میدم میخوام بیام 1 ساعت تو برنامه‌تون مهمون شما باشم. اون آقای فعلی بی عرضه نوشته بود آقا نمیدونم من میام تیپا بهت میزنم. گفتم مواظب باش شلوارت تو شلوارت چیز پاره نشه. برو آقا میام تیپا میزنم چیه؟ من مردک دارم یه سوالی میکنم، میگم تو که میگی این بچه است، اگه بچه یه آخوندی هم باشه میگی بچه است، و تو میای میگی الاغ. اولا فهمیدی که الاغ هستی، در اصل بابی فعلی. برید اونم نگاه کنید، نمیدونم حالا این کدومشونه منصوره. منصور اون موقع هم دیوونه بود، تو مدرسه و به اصطلاح درواز سعدی و سنگ دقاقی ها و اینا که میرفتیم کارهای عجیب غریب میکرد. دوستان من همینجا از شما خداحافظی میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. لطف کنید حتما تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید و بیننده برنامه های سربی با مردم، بیننده برنامه آقای حسن ارشاد، بیننده برنامه کانون آوا باشید و شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اجازه بدید من اینو به عنوان آخرین سخن بگم، شما هم
می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و تلفن و تکست ما هم این هست. احمقایی که پیام هایی میذارن که حرف رکیک میزنن، چیزی که لیاقت زن و بچه و خودشون و فامیلشون و رضا پهلوی و رجوی رو داره، باور کنید همون اول، اینم تشکر میکنم از سعیدی که حالا ناز کرده و قهر کرده، همون اول پاکش میکنم. خب میگه که آقای سربی، اسلامگرایی به اوج رسیده، در اخبار آلمان آمده که مسجدی در آلمان در شهر کرن اذان پخش کنند و این داعش طالبان همه واخوندهای همه دست برده خود آمریکا هستند. بله این متاسفانه خطر بزرگیه. من همون دو سال پیش که رفته بودم ترکیه، این سوریه ها اونجا بودن، دیدم این اردوغان احمد توی تمام چهارراه‌ها با این مساجد روزی 5 بار با صدای بلند خوبم نمیخونن از اون پخش میکردن که ما شب به در فرار کردیم از ترکیه. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر، آینده‌ای روشن‌تر و به امید اینکه با هم بتونیم صحبت کنیم حتی اگر با هم مخالف باشیم. من این رو هم بیارم اینجا بنویسم. بله شما هم بیننده برنامه سربی با مردم باشید. مرسی که با ما بودید.